کنیم. یک دنیا ممنون مرسی. خب همگی خوبید؟ عالی. عالی. یا تو هفته گذشته خوب اصلا پایین نیومده؟ من استوریاتونو چک کردم، همتون رو میدونم، حواستون جمع باشه، قشنگ میدونم کی کجا چه حسالی داشته. مالی منو چک نکردی آقا میسن. یکم چک پیدایی ولی شما اوکی. مالی منو اصلا چک نکردی. شما تاییدی. شما تاییدی. شما تاییدی. من از لحاظ روحی عالی، توپ توپ، ولی جسمی خورده خستم. خب خسته نباشی. نفر بعدی. نفر بعدی فکر کنم سعید. سعید خفن فعلا. مود یه دونه است. مود یه دونه است کلا. عین نوار قلب ثابت داره سعید. دقیقاً حرکتی نداره، نه بالا نه پایین، نه بالا نه پایین. مشتبه که یه دونه است. بیتانستن افنده. بیتانستن ناستاری آرامیستاری. امروز میخوام یکم راجع به دو تا موضوع صحبت بکنیم که شاید فکر میکنم کمک کنه به تک تک افرادی که تو این جلسه هستن، کسانی که این ویدیو رو گوش خواهند داد. یکی این که واقعا نتورک مارکتینگ چیه، چه شکلیه، چه جوریه، تصویری که ازش هست توی دنیا از قول آدم های موفق. من میسم، من تو درجه نیستم که بخوام راجع به اینا در این حد نظر بدم، ولی کپی نظرات اونا رو خدمتتون خواهم گفت که خیلی میتونه کمک کنه بهتون توی تنظیم زندگیمون. خود من خیلی حس خوبی دارم نسبت به اینکه این تصویر رو تو ذهنم دارم و یه سری اشتباهات خیلی خیلی زیادی که از این ور اون ور توی نتورک مارکتینگ بوده، افرادی که افراطی بودن و اینها اومدن یه سری الگوهایی رو ایجاد کردن که این الگوها غلطه و متاسفانه خیلی ها درگیرش هستن. به خاطر همین یه کوچولو اینها رو هم کنارش صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که کمک کنه به این که بتونیم تو این کار بسیار بسیار جالب و خوب و قشنگ بتونیم استفاده کنیم از پتانسیلش. به قول اریک فور میگه که ما بهترین نیستیم ولی اینجا بهتره، و اگه واقعا بهتره و یه عده لذت نمیبرن از اینکه این کارو میکنن، نتیجه نمیگیرن، نتیجه نمیبینن، مشکل چیه؟ اینا که دارن میگن این کار بهتره یه چیزی الکی دارن سنبل میکنن، یعنی که نه واقعا یه سری مسائلی هست. یکی از مهمترین نکات اینه که افراد وقتی وارد نتورک مارکتینگ میشن تغییر میکنن و این تغییر منظورم یه تغییر عجیب غریبه، تبدیل میشن انگار به یه ربات. تا کسی که تا امروز بودن و میذارن کنار، یه آدم جدید تعریف میکنن و اون آدم جدید شروع میکنه به کار کردن و میبینن که هیچی جواب نمیده، به خاطر اینکه یکی دیگه شدی، یه چیز دیگه شدی. این یه چیزی که حالا در ادامه میخوایم روش صحبت کنیم، اما شروع میکنیم از ابتدای این موضوع. نتورک مارکتینگ چیه؟ کجا شروع میشه؟ کجا تموم میشه؟ چه خبره توش؟ خیلی ساده میخوام یک بهتون قول میدم با 99% آدما صحبت بکنید این سوال نمیتونن جواب بدن. من اینو تو جلسه لیدرشپ پرسیدم و احدی نتونست جواب بده. تو اون جلسه آدمایی بودن که خیلی تجربه داشتن و این جواب من نیست، جواب افراد بزرگ دنیاست. نتورک مارکتینگ از داستان ما شروع میشه. اولین قدم توی نتورک مارکتینگ داستان ماست و در واقع هر چقدر این داستان قوی تر، بهتر، خودمون بیشتر باشیم، هر چقدر این باشه ما میتونیم این قدم اول رو خیلی بهتر برداریم. جالب اینه که چرا آدم ها موفق نیستن تو اینکه داستانشون رو به بقیه بگن؟ چرا از داستان جواب نمیگیرن؟ همین آدم ها داستان های مختلف زندگیشون تا امروز گفتن، ازدواج کردن، دوستای خوب پیدا کردن، نمیدونم پورسان گرفتن، کمیسیون گرفتن، سوء استفاده کردن، همه اتفاقی تونستن رقم بزنن، اومدن تو نتورک نمیتونن بفروشن، نمیتونن ورودی بگیرن. داستان چیه؟ اینا تا امروز مگه داستان نگفتن تو زندگیشون؟ تا امروز هم داستان گفتن. چرا تو نتورک داستانشون دیگه کار نمیکنه؟ به خاطر اینکه خودشون نیستن. خیلی ساده، یکی دیگه میشن. بحث داستان یک ایموشن واقعی از خودتون هست و افراد نسبت به اون ایموشن و نسبت به اون احساس واقعی شما میتونن، یعنی کاملا سیگنالو میگیرن و نسبت به اون جواب میدن. این حرف از تونی رابینز. بنابراین اگر تو خودت نیستی، مهم نیست چند تا استوری میذاری، دوستان نمیدونم زندگیتون رو عوض کنید، بعضی دیگه آموزش هم شروع کردن، دوستان هیچ اثری نداره مگر اینکه خودت زندگیش کنی. من هنوز جرئت نمیکنم از این استوریا بذارم، باور کنید جرئت نمیکنم. اگرم بگم میگم
مثلا من با یه کافی میتونم همه انرژیمو برگردونم. نمیتونم به افراد یه دونه میدونید یکم سختمه، چون هنوز میگم خودم هستم واقعا. بنابراین خیلی اینا قشنگ نشون میده هر کسی کجای کار داره اشتباه میره. از خودمون شروع کنیم، سعی کنیم قدم اول که داشتن داستان هست واقعی باشیم. اوثنتیک یعنی خودت، واقعی. آدم ها میتونن بفهمن شما واقعی نیستی. میشه بهم بگی چه خبره تو این تجربه جنسیت؟ واقعا چه خبره؟ اگر اصلا حال نکردی باش، اصلا بهت نتیجه نداده، داستان تو همین. تو هر چیزی دیگه ای که میگی عملا اون نیست. جیمران میگه از کجا شروع میکنی برای تغییر؟ از صداقت، از راستی. اول با خودت رو راست باش. مهمترین کسی که باش باید رو راست باشیم کیه؟ خودشه. کسی که خودش رو لایق رو راستی نمیدونه به بقیه هیچ وقت رو راستی نشون نخواهد داد. معلومه که نشون نخواهد. کسی که با خودش صادق نیست مگه میشه با یکی دیگه صادق باشه؟ خودمون از همه چی مهمتریم. ناخودآگاه اینو عمل میکنه. داستانمون چیه؟ شاید داستانمون وحشتناکه ولی این شروع داستانمون. باید یک داستان ایجاد کنیم. شاید من سالهاست نتورک مارکتینگ هستم، اصلا فکر کنم این کار من نیست. یه جاش میلنگه یا یه جای من میلنگه، یه چیزی این وسط کار نمیکنه. این همه آدم که حتی موفقم هستن با من حرف میزنن، من نمیفهمم. یه چیزی این وسط کار نمیکنه. من یه روز در میون دان میشم، هر گربه رد میشه از رو دیوارمون، من ریزروم به مسئله میدونید هست، این شکلی هستیم. اوکی بگیم هر چی هستیم، از همونجا شروع کنیم. قرار نیست هممون یه جور باشیم، فرق میکنیم بعضیامون، ولی واقعیت اینه که رو راست باشیم. رو راستی نقطه خوبیه. همین که رو راست باشید از خیلی ها جلو میفتید. همون لحظه که رو راست میشیم از خیلی جلو میفتیم. خدمتتون عرض کنم که اولین قدم داستانمونه. این داستان میتونه داستان کامیونیتیمون باشه، خانوادهمون باشه، جلسه‌مون باشه، اتفاقات عجیب غریبی که برامون افتاده، محصول باشه، یه دوستی که آنلاین باش شروع کردیم باشه، نمیدونم. هر چیزی میتونه باشه. ولی باید شما یک داستان کامپلینگ یعنی چی؟ یعنی توی آدما این حس رو ایجاد کنه که بهتون توجه کنن. یعنی توی آدما این حس رو ایجاد کنه که علاقه مند بشن. یعنی توی آدما این حس رو ایجاد کنه که بخوان بدونن خب بعد چی شد. به این میگن داستان کامپلینگ. حالا داستان کامپلینگ شما چیه؟ شما توی جنس کار نکن، میشه داستان نداشته باشی. یعنی آدم تو زندگی برای داستانی داره. پس داستان تو اوکی کن، نه به خاطر جنس، به خاطر اینکه تو زندگی داستان خودتو خودت بدونی. این میشه قدم اول و خیلی این قدم مهمه. خیلی 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 مهمه. چرا مهمه؟ شما تو این کار میخواید موفق شید، میگید که من اومدم تو این کار میخوام موفق شم، برم که یه سری کارهای انجام بدم. خبر بد، خیلی از این کارهایی که میکنید هیچ تأثیری تو موفقیتون نداره. هیچ تأثیری نداره. یکی دو تا چیزی که تأثیر داره، یکی دو تا چیزی که میتونه سرنوشتتون رو عوض کنه. این یکی دو تا چیزو اگر از دست بدید بقیهش دیگه مهم نیست. مثال، شما مایکل شوماخر میشینید توی ماشین، دنده، ضبط، آینه، همه چی توپ، آخرین سیستم، فقط ماشین روشن نباشه. خب، و شما شروع میکنید به با فرمون بازی کردن اینه، آیا اتفاق میافته؟ مردم مسخرتون میکنن. میگی چرا نگاه آینه، ضبط، فلان، فیصال، نمیدونم لباس، فلان، همه رو جمع میزنی. یه لیست بلند بالا از همه چیزا توپ سر جاش. میگه اوکی، یا بعد ماشینت خاموشه. آیا تو نتورک مارکتینگ یه چیزی داریم مثل این که شما 100 تا چیزتون اوکی باشه اون یه چیز نباشه، هیچی جواب نده و حتی قابل مسخره کردن باشیم؟ بله. شما آینه رو بکن، فرمونم ببر، دیگه از این بدتر که نمیشه. چراغا رو همه رو خاموش کن، چه میدونم لاستیکا رو پنچر کن، ولی روشن کن ماشین رو با دنده بزن، آیا حرکت میکنه؟ حرکت میکنه. بعضی وقتا این ماشینا تو فیلمای سینمایی که فرار میکنن جونشون رو نجات میده. ماشین پنچر، ماشینی که درب و داغون شده، جونش رو نجات میده، به مقصد میرسه. این دوتا فرق رو نشون میده که یه چیزایی شما را به مقصد میرسونه، یه چیزایی سرنوشتتون رو تعیین میکنه، یه چیزایی هیچ کاری نمیکنه براتون. حالا تو نتورک مارکتینگ میشه بگید کدومه؟ خیلی مهمه.
خیلی مهمه. خب یکی از اون چیزایی که جونتون رو نجات میده داستانتونه. و باور کنید چیزای زیادی هم اونجا نیستا، داستانتونه. حالا داستان من یکم میخوایم رک باشیم با هم. داستان من چشه چش نیست، خوبه بده، یه نگاه بکن رو استوری اینستاگرامت، یه چند وقت برو قبل، 6 ماه برو قبل، اگر یه دونه منفی دیدی کنسل، همه چی کنسل، شما دیسکوالیفاید، تمام. اگر میتونی با خود انقدر رو راست باشی، تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ شرایطی نمیتونی. داستان تو تویی. تونی رابینز میگه شما چیزی جز داستانتون نیستید. داستان ما یعنی چی؟ این چیزایی که به خودمون میگیم. ما چجوری یه چیزایی به خودمون میگیم؟ حسش میکنیم، میدونید، میریم زیر رخت خواب، تو خودمونیم، استوری میذاریم، پست میذاریم، با بقیه صحبت میکنیم، درد دل میکنیم، قور میزنیم، اینا همه داستان ماست و ما میشیم همین. کافیه باید استاتوس رو عوض کنید. استاتوس ما هر چی هست زندگیمون همونه. تونی رابینز و هزاران نفر دیگه. بنابراین اگر میخواید واقعا، من از فضای خود داستان محصول اومدم بیرون دیگه، همه زندگیتون رو بذارید وسط، هر جای زندگی، هر جای حرفاتون، اسم کسی اومد، بدونید شما تو نقطه‌ای دارید دست میزنید که کنترل نمیتونید بکنید. میشه جزون لیست 100 تایی که هیچ تأثیرش رو شما نخواهد داشت. با افراد صحبت میکنید، میگه آره فلانی این شکلی بود، شرکت اون شکلی بود، خانواده این شکلی بود، دوستم اون شکلی بود، محصول این شکلی بود، همه اینا یعنی که شما دارید رو جایی نگاه میکنید که غیر قابل کنترل هست. مثل اینکه نفر پشت فرمون نشسته با اعتماد به نفس خیلی بالا در داشبورد رو باز و بسته میکنه، میگه چرا من مثلا تو مسابقه اول نمیشم، بقیه حق دارن مسخرش کنن یا نه؟ بله. تو نتورک مارکتینگ آیا به این وضوح هست؟ خیر. برای خیلی از آدما بالای 90% در داشبورد رو بالا پایین میکنن و فکر میکنن بعد رشد بکنن. واقعیت اینه که این اتفاق نمیفته. به خاطر همینه که شما انبوه آدما رو ببینید که هیچ اتفاقی براشون نمیفته. اما فکر کنم راجع به داستان خودتون دیگه میتونید ادامه بدید. نکته دیگه که راجع به داستان بهتون بگم، داستان شما رو فقط خود شما خوب میدونید، به خاطر اینکه خلوتتون مهمه. برای استوریاتون هم اگر مثبت بود، اون چیزی که از بیرون مردم میبینن مثبت بود، تو جلسه مثبت بود، همه اینا مثبت بود، من نمیدونم تو خلوتتون چیه. هر چی تو خلوتتون میگذره روی استیج شما اونو خواهید دید. استیج بدبختی، استیج خودبختی تو نتورک مارکتینگ. بنابراین به من بگو خلوتت چه خبره. تویی که انقدر انگیزه داری منفی توی فضای سوشال میدیا میانگیزه با میسم، اما تو خلوت چه خبره؟ ببین چه داستانی از خودت ساختی، چرا این کارو میکنی. حالا برای این داستان واقعا موضوع مهمیه، خیلی مهمه. هیچ کس نباید تو داستانت باشه. تو داستان تو یک شخص هست از روز اول تا آخرش، خودتی. حالا بگر توی صحبتات هر چیزی که یه چیز یه آدم دیگر رو میاره وسط، یه شرکت رو میاره وسط، حکومت رو میاره وسط، خانواده، هر چیزی، همه اونا میشه دوباره نقطه‌ای که شما داری از جایی که باید باشی خارج میشی. توی نتورک مارکتینگ 2-3 تا چیز رو میشه کنترل کرد و تو اون در واقع مورد ماشینی هست که درب و داغون جون طرف رو نجات میده، همون 2-3 تا، مثلا موتورش کار بکنه دیگه، بنزین توش باشه، میدونی، در همینا دیگه، بیشتر از این نمیخواد. بقیش اصلا مهم اصلا عقب ماشین آتیش گرفته باشه، مهم اینه که تو بتونی در بری دیگه، جونت نجات پیدا میکنه، از پل رد میشی، پل خراب میشه، تو نجات پیدا کردی. این ماشین چند تا ویژگی ماشینو داشت؟ 2-3 تاش سر جاش بود، موتورش کار میکرد، بنزین توش بود، گازش کار میکرد، مثلا به همین سادگی. به خاطر همین خیلی با خودتون سرسخت باشید، اون چند تا چیزو با شوخی نکنید، با همه چی شوخی بکنید، با اون چند تا چیز شوخی نکنید. باور کنید من توی این 4-5 سال که جنس کار میکنم اصلا شوخی نکردم با اون. با دوستای صمیمیم به شدت برخورد بدی میداشتم اگر تو اون موارد شوخی میکردم. برخوردم مثلا یه آدم دیگه میشد، طرف راجع به من یه فکر دیگه میکرد. حالا خانم ملکی که از اون کسایی که شاید یه چهره زشتی از میسم تا حالا دیده، قشنگ من یه جایی یه آدم دیگه میشم، کاملا یه آدم دیگه میشم. اون نقطه‌ایه که میگم نه 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 نه، اونجا نه، اونجا نه، اینجا بریم تمومیم، همه چی از بین میره. خیلی مهمه. به خاطر همین
این چند تا چیزی که داریم صحبت میکنیم و روی اینا به شدت سرسخت باشید، مثل ناموستون باشید تو نتورک مارکتینگ. خب شما میتونید داستانتون رو به کیفیت خیلی خوب ایجاد بکنید، بسازیدش خودتون، داستانتون، این قابل کنترله، چون از این به بعد تنها چیزی که آدم ها از شما خواهند شنید داستانتون. تمام. موضوع دوم، با تعداد آدمایی که میتونید صحبت بکنید، قابل کنترله. با تعداد آدمایی که میتونید صحبت بکنید، با تعداد آدمایی که میتونید ارتباط برقرار کنید. و نکته سوم که میخوام اضافه کنم، چون اکثر آدمای بزرگ دو تا میگن، من یکی دیگه حالا شاید تو اینا باشه ولی من جداش میکنم، میگم رشد خودتونه. شما میتونید خودتون رشد کنید، رشد خودتون، رشد شخصیتون، yes میتونید. میتونید مثبت باشید، مهم نیست چه اتفاقی بیفته، yes میتونم. میتونید دلیل نداشته باشید برای اینکه منفی باشید. دلیلی نداشته باشید. میگی نه، بعضی وقت خیلی سخت میشه. اگر بهتون بگم که بعضیا تو 100 برابر شرایط بدتر از شما ادامه دادن و جیکشون در نیامد، بازم روت میشه راجع بهش حرف بزنید. چون واقعیت این آدمایی که موفق شدن، اگر بریم باهاشون خودمون رو مقایسه کنیم، ببینیم طرف تو 10 برابر شرایط بدتر از من جیکش در نیامد، ادامه داده. ولی تو چی؟ من چی؟ به اندازه کافی دلیل پیدا کردیم ول کرد. بعد از اینکه ول کردیم چه اتفاقی افتاده؟ تا حالا بهش فکر کردید؟ حق با شما بوده. حق با شما بوده. اوضاع خیلی بد شده. اوضاع درام شده تا دلت بخواد. حتی بعد از اون چیزی فکر می‌کردی شده. و اگه تو اون فیلمو ادامه داده بودی 100 بار به خودت میگفتی ای کاش بیخیال شده بودم. ای کاش بیخیال شده بودم. اشتباه کردم، ادامه دادم. این داستان تکراری همه آدمای موفق. به همین سادگی. دنبال چیز دیگه نباید باشی. این شکلیه. حالا پس موضوع اول داستان، موضوع دوم تعداد آدمایی که باشون صحبت می‌کنیم، موضوع سوم رشد شخصی خودمون. این سه تا موردیه که میشه کنترلش کرد. هر چیز دیگه تو نتورک مارکتینگ نمیتونه کنترل. هیچ چیز دیگه. یه مثال میزنم. صمیمی‌ترین دوستتون. یعنی صمیمی‌ترین دوستتون ها. که فکر کنید باش همه کاری کردید تو زندگی. مثلا اگر با هم باشدید رفتید مسافرت یا نمیدونم هر خلافی بگید با هم بودید. Your partner in crime. همه چیزو میدونید راجع به هم دید. چند تا از این دوستا داریم که نمیان تو نتورک ماما. دیدید؟ نمیان. چطور نمیتونید کنترل کنید؟ نمیتونید مجبورش کنید بیاد. ببینید؟ نمیشه. صمیمی ترین دوست من 5 تا اولش هر به من میخنده تو نتورک ماکت. حتی اگر من درآمدم براش بفرستم. بگم مثلا این ما من قد در بود. هر میخنده. این جای مشکل نیست، غیر قابل کنترل هست. من نمیتونم کنترلش کنم. من نمیتونم از اون بخوام که اون وارد شه. من میتونم ازش بخوام، خب، ولی وارد شدنش نه. زمانی که اینو میفهمید انقلاب ایجاد میشه. چیزایی که میتونیم کنترل کنیم، چیزایی که نمیتونیم کنترل کنیم. حالا اگر دقت کنید، اکثر آدما بابت چیزایی که نمیتونن کنترل کنن دارن دپرس میشن، دارن ناامید میشن. شما پیدا کنید آدمی رو که بابت چیزایی که میتونه ناامید بشه. امکان نداره. امکان نداره. فقط بابت چیزایی که نمیتونن انجام بدن، نمیتونن کنترل کنن، خودشونو بابت چرا ورودی نگرفتن قضاوت میکنن، در صورتی که باید خودشونو نسبت به اینکه با چند نفر صحبت کردن یا نکردن قضاوت کنن. چون اینو میتونید کنترل کنید، دومی رو نمیتونید کنترل کنید. مهم نیست کی هستید، نمیتونید کنترل کنید. بنابراین اینا رو باید جدا کنید. اما فکر می‌کنم این موضوع اول خیلی بتونه کمک کنه. موضوع دوم که می‌خوایم باز کنیم، تصویری که ما از نتورک مارکتینگ داریم چیه؟ نتورک مارکتینگ از یه جای شروع میشه، یه جای تمام میشه. مثلا زندگی. زندگی چه شکلیه؟ یه روزی به دنیا میایم، بزرگ میشیم، مدرسه میریم، اون وسط‌ها یه کاری پیدا می‌کنیم یا پیدا نمی‌کنیم، عاشق میشیم یا نمیشیم، ازدواج می‌کنیم، سر کار میریم، پیر میشیم، احتمالاً می‌میریم، قطعاً که می‌میریم. و همین 99.99999999 زندگی غیر از این نیست. این زندگیه. میخوام ببینیم نتورک چجوری. مثلا تحصیلات 4-5 سالمون هست، مهدی کودک میریم دیگه، این صفر شد دیگه، مهدی کودک میریم، بعد وارد مدرسه ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، حالا یا نه هر جا که تموم شد، و یه مدرکی میگیریم.
تقریبا تحصیل اینه توی زندگی، تاثیر اینه، درسته؟ حالا نتورک مارکتینگ چیه؟ نتورک مارکتینگ شما شروع میکنید یه جایی ثبت نام میکنید، یه سری محصول فلان، داستانتون ایجاد میشه، شروع میکنید به داستان گفتن به آدمای دور و برتون. یه سری آدما رو میتونید بهشون بگید، آدمایی که میشناسیدشون، شروع میکنید بهشون گفتن داستانتون. هر چقدر داستانتون رو با کیفیت تر و بهتر بگید، نتیجه بهتر میگیرید. هر چقدر بیشتر با آدما بگید، نتیجه بهتر میگیرید. شما نمیتونید آدمای بیشتری رو مجبور کنید بیان، دست شما نیست. قدم بعد شروع میکنید با آدمایی که نمیشناسید حالا صحبت میکنید. قدم بعد تو نتورکینگ اینه، یه نفر به درجه ای برسه که بتونه با آدمایی که نمیشناسه کارشو بگه. چجوری بهش میگید؟ تبدیلش میکنید به آدمی که میشناسیدش و بعد داستانتون رو میگید. خیلی ساده است. یه آدم غریبه باش آشنا میشید، ارتباط برقرار میکنید، ارتباط سالم درست و بعد آشنا کشورید به اندازه کافی، داستانتون میگید. قدم بعد چیه؟ قدم بعد توی نتورک مارکتینگ سیستم آموزشه. باید تکثیر آموزش توی تیم اتفاق بیفته، باید افراد بتونن آموزش بدن. قدم بعد چیه توی نتورک مارکتینگ؟ باید سرمایه گذاری دوباره بکنید تو تیمتون، تو کارتون. خیلی ها اینو در نظر نمیگیرن، سرمایه گذاری دوباره تو کارتون. قدم بعد چیه؟ قدم بعد اینی که شروع میکنید به این که از درآمدی که از نتورک مارکتینگتون دارید توی منابع خارج از نتورک مارکتینگ سرمایه گذاری بکنید. و قدم آخر میشه فاینانشال فریدم. خود نتورک مارکتینگ به هیچ وجه آزادی مالی نداره و همه ما شنیدیم میگم، مگه نمیخوای به آزادی مالی برسی؟ نتورک مارکتینگ آزادی مالی نداره. این یک اشتباهه. خیلی از افراد توی دنیا هستن که مثلا طرف شاید هفته ای 10-15,000 دلار در بیاره. تقریبا همه نتورکرهای ایرانی رو شما میتونید توی این گزینه ببینید. با مدرک بهتون میگم. اینها زمانی که شرکتشون به مشکل میخوره پول ندارن ثبت بزنن دوباره. طرف یه سال رو درآمد، درآمد خیلی خوب. چرا؟ چرا آزادی مالی نداره با اون درآمد؟ نتورک مارکتینگ آزادی مالی نداره. چون نداره. آزادی مالی اصلا چی هست؟ آزادی مالی تعریفش اینه. آزادی مالی جنسش از پول نیست، جنسش از زمانه. چقدر؟ اگر هیچ پولی دیگه در نیاری میتونی زندگی کنی. چند وقت؟ بهم میگن آزادی مالی. اگه کارتو ول کنی، همه چیزو ول کنی، همه چیز بهم بره، چند ماه دووم میاری؟ بهم میگن آزادی مالی. توی نتورک مارکتینگ درآمد اهرمی هست. یعنی چی؟ یعنی من فقط کار نمیکنم، یه عده دیگه هم کار میکنن، ولی من توی کاری که اونا میکنن منم سود دارم. بهم میگن درآمد اهرمی. قدم بعد توی نتورک مارکتینگ درآمد رزیجوال. رزیجوال یعنی یه چیزی تاش میمونه. شما اگر یه کوچولو کار بکنید اصلا بشید 5-6 نفر تو تیمتون دارن کار میکنن، قبول دارید درآمدتون اهرمیه؟ بله. من تو این جلسه الان دارم یه کار اهرمی انجام میدم. چرا؟ من یه نفرم دارم حرف میزنم ولی 10 نفر میشنوام. میگن اهرم. حالا قدم بعد چیه؟ اگر من 5-6 از این جلسه ها داشته باشم که اینا هر کدوم یه لیدر دارن، قبول دارید من که از این جلسه میرم بیرون احتمالاً لیدرها دارن جلسات رو برگزار میکنن دیگه، و من آروم آروم درآمدم بالاتر میره، آیا به آزادی مالی میرسم؟ خیر، چون باید این جلسات ادامه داشته باشه. ولی درآمدم بیشتر میشه. احتمالاً اگر 2000 یورو من در ماه خرجمه، 2500 یورو در بیارم، 500 یورو تاش میمونه. به این میگن درآمد رزیجوال. تو نتورک مارکتینگ قدم بعد درآمد رزیجوال هست. درآمدی که چیزی تاش میمونه. خب با اون تاش میمونه چی کار میکنید؟ بعضیا اون درآمد رو همه رو میکشن بیرون و میرن ماشین میخرن. اشتباه خیلی بزرگیه. اونو باید تو کارت سرمایه گذاری بکنی. توی نتورکت سرمایه گذاری بکنی. این بیزینسته. پولی که در میاری تو این کارت سرمایه گذاری بکنی. خیلی این کارو نمیکنن. چه اتفاقی براشون میفته؟ اوت میشن. خیلی ساده. کسایی که سرمایه گذاری میکنن رشد میکنن. چرا؟ فرض کن شما یک کشاورزید، یه سری دونه دارید، 10 تا دونه دارید، میکارید یه 100 تا دونه در میاد. فکر کنید اگر 100 تا دونه رو بکارید به نفعتون نیست. خب فصل بعد شما احتمالاً 10000 تا دونه دارید دیگه. فکر کنید یه نفر 10 تا دونه رو کاشته، 100 تا شده 90 تاشو میخوره، 10 تا رو دوباره میکاره. دیوانه نیست این آدم؟ خیلی تو نتورک این کارو میکنن. پولا رو در میارن انگار که دیگه هیچ وقت این نتورک قرار نیست بهشون پول بده. انگار پولا رو برمی‌دارن در میارن از صحنه جنایت. میرن سر یه ماشین میخرن، یه خونه میخرن، فلان. غلطه. هیچ کدوم از آدمای حرفه‌ای تو دنیا این کارا نکردن.
قدم بعد تمرکز توی نتورکتون هست. حالا زمانی که شما تونستید لیدرهای زیادی رو تربیت بکنید توی تیمتون که بتونید حالا اونا هر کدوم زوم خودشون رو داشته باشن، دست خودشون داشتن، احتمالاً درآمدتون زیاد میشه، رزیجوالتون خیلی میره بالا. هنوز آزادی مالی نیست. باید اون پول رو بردارید برید دو تا خونه بخرید. اجاره ای که از اون خونه میگیرید میشه پسیو اینکام. حالا آزادی مالی رو دارید آروم 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 میسازید. به این فکر کنید که آزادی مالی خودش نقطه شروع داره و یه پروسه داره و چه شیرینه به نظر من. خیلی شیرینه. کلوین بسرا ویژنش اینه که امسال درآمد پسیوش رو، درآمد نتورک مارکتینگش، ما 450,000 دلار میتونید برید تو لیست درآمدها ببینید، نفر 25 شده الان توی جهان. میگه که ویژنش این بوده که درآمد پسیوش رو امسال هر سال برسونه به ما 500,000 دلار. یعنی 450 تو نتورک میگیره ولی درآمد پسیو، درآمدی که بابتش کار نمیکنه، سرمایه گذاری کرده رو 500 تا از اون فقط بگیره. ببینید هنوز چقدر فضا رو به جلوه. این میشه در واقع شروع نتورک مارکتینگ تا پایانش، که الان میتونید ببینید افرادی مثل کلوین که میرید رو پیجش دیگه شما زیاد از نتورک چیزی نمیبینید اونجا. الان زده میوزیشن اند بند یا جلساتی که با آرک سکول داره یا پروژه متاپرنورز یا حالا چیزای دیگه. طرف قشنگ تو فضای آزادی مالی و سرمایه گذاری پسیو فلان فیسار. خدمتتون عرض کنم که این میشه 0-100 نتورک مارکتینگ. اما چند تا نکته تو این فضا بگم و اون موضوع آخر که آدم عوض میشه. موضوع آزادی مالی، چیزی که تو نتورک مارکتینگ ما دنبالش هستیم بهش میگن financial freedom، آزادی مالی. قبل از آزادی مالی یه چیزی هست که تقریبا بازم توی نتورکی که توی ایران تا امروز بوده اینو اصلا کاتش کردن، اسمش هست financial security، امنیت مالی. قبل از امنیت مالی میشه زمانی که شما نتورکو شروع میکنید. من امروز نتورکو شروع کردم، قدم اولی که باید به دست بیارم چیه؟ آزادی مالیه؟ خیر، ما میدونیم الان دیگه تو نتورک هم آزادی مالی نیست. با نتورک، با کش فلو، با پولی که از نتورک در میاری میتونی آزادی مالی رو شروع کنی به ساختن. نتورک مارکتینگ چی داره؟ کش فلو، پول داره، پول خوبی داره، ولی اینکه تا کی ادامه پیدا میکنه بستگی به سازمان داره، بستگی به شرکت داره. توی بادران چند نفر میشناسه از دوستای صمیمی من؟ خیلیشون اونجا بودن، درآمدای چند صد میلیون، ببخشید میلیاردم هست دیگه، درسته میلیاردم توشون بود، الان چه درآمدی اصلا نیستن دیگه. میتونه شرکت یا از کار بیکار بشه تموم شد. بنابراین آزادی مالیه این؟ خیر، بس که داره با اون پولایی که تا امروز در آورده چیکارش کرده. حالا امروز من نتورک رو شروع میکنم، اولین چیزی که باید دنبالش باشم فاینانشال سکیوریتی، و فاینانشال سکیوریتی المانهاش همون فاینانشال فریدم نیست. طرف از راه رسیده دنبال آزادی مالیه، طرف آدما رو با آزادی مالی فالو میکنه. خیلی جالبه. تو الان باید فقط به فکر امنیت مالی باشی. طرف کار دیگه شو ول میکنه. به نظرتون کسی که دنبال امنیت مالی کارشو ول میکنه؟ نمیخونه به همین دوتا. تو اولین قدم باید امنیت مالی به دست بیاری. به خاطر همینه به نتورک مارکتینگ میگن کار آره وقت. و از اون ور میگن این کار بار وقت چیزای خوبی هم داره. افراد تو نتورک مارکتینگ وارد میشن به خاطر هیجان، به خاطر جو، به خاطر غلو و یه عده دیگه زندگی رو تعطیل میکنن. بس فقط کار دیگه ای نیست. طرف یه کاری داره میکنه، مای 2-3 میلیون داره میگیره. جوش میدن ول میکنه. فرض کنید توی نتورک مارکتینگ هنوز درآمد هم نداره. توی شنیدی هیچ درآمدی نداره. کارم ول کرد 2-3 میلیون داره، اونم ول کرد. ببخشید میشه بهم بگی تو از کی داری تقلید میکنی؟ اوکی چه اتفاق. حالا من میخوام یه قدم جلوتر بگم. طرف فرض کن 2-3 میلیون داره در میاره توی شنس، 2-3 میلیون هم از کار فول تایمی که بیرون داره، کار آزادش داره میگیره، ماهی 5-6 میلیون درآمد داره. خب میاد میگه خب من تو جنس دارم به اندازه کار فول تایم هم در میارم، مرد شورشون رو ببره اون کار دیگه ول میکنم، من به اندازه اینجا دارم درآمد دارم، تازه هیچ کس هم مقابل سر ندارم، هیچ کس هم به من نمیگه برو چه در روه، برو بابا دیگه نمیام اینجا.
چه اتفاقی برای آدم میفته؟ امنیت مالیش نصف میشه. همون لحظه اون 2-3 میلیون از بین میره. طرف فقط جو گرفتتش. حقیقت دیگه اونجا دید قابل مشاهده نیست. اگر واقعا بخوایم صادقانه به این سیستم نگاه کنیم، تنها چیزی که اونجا میتونید ببینید اینه درآمد این فرد نصف شد و شما به عنوان آدم عاقل میمونی میگی چرا این اتفاق، چرا این کارو کرد، چه دلیلی داره؟ تو امنیت مالی اولین چیزی که باید به دست بیاری. میگی نه من میترکونم. اوکی، یه قدم بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته واسه کسی که این کار انجام میده. شما فرض کنید که 2-3 میلیون تو کارتون دارید، 2-3 میلیون تو نتورک دارید در میارید، میرید توی فالو، میرید توی پرزنت، میرید توی پروسپکتینگ. فکر کنید خودتون رو بذارید تو اون لحظه، انرژیتون چه شکلیه. فرض کنید که اون آدم نیاد، چه اتفاقی بر شما میفته؟ 2-3 میلیون حقوقتون رو دارید، اصلا بچه های تیمتون اون ماه زیاد خوب کار نکنن، منفی توشون افتاده باشه، یه لیدرتون پاشه بره، چه اتفاقی بر شما میفته؟ شما تکون نمیخورید. حالا کارتو ول کردی، اول ماه جو زده بالا، کارو ول کردی، اومدی تو تیمت، همین اتفاقات تکرار شد، لیدرت داره میره. اگه لیدرت بره شما درآمدت میشه صفر، حتی دیگه نمیدونی چه غذایی باید بخوری، نمیدونی حتی باید کرای خونه‌ت کی بده، نمیدونی رو کرای تاکسی چی میشه. حالا با آدم‌ها حرف میزنی، میتونی به من بگی سورس حرف زدنت از یک ناامیدی درونه یا از یک اعتماد به نفس درونه؟ امکان نداره اون درون اعتماد به نفس باقی مونده باشه، چون شما نگرانی. بهش میگن desperation، چه کنم اون ته هست حالا. ولی اگر 2-3 میلیون کارت باشه، حقوقت هست دیگه، حالا چجوری با طرف صحبت میکنی؟ دلیلی نداری desperation باشه، اون ته تو چه کنمی نیست، خیلی ساده داری باشه حرف میزنی. ممکنه حتی اگه نیاد ناراحت چی، اگر لیدرت ول کنه بره ناراحت چی، درسته، ولی به desperation نمیرسی، کسی تو صدات اون انرژی رو حس نمیکنه. این قدم اول خیلی مهمه که شما امنیت مالی داشته باشید. بنابراین نه تنها نباید کارتو ول کنی، که باید زمانی که وارد نتورک میشی یه کار برای خودت پیدا کنی. چرا یه کار دیگه پیدا کنم؟ برای اینکه اگر نتورکت دوست داری بتونی مراقبش باشی اگر اتفاقی برات افتاد. خیلی ساده است. خدمتتون عرض کنم که ابتدای کار توی نتورک مارکتینگ خیلی ها فول تایم کار میکنن. یه مثال میزنم، شما زمانی که فول تایم هستی مفیدتر کار میکنی یا زمانی که زمان کمی داری؟ فرض کنید شما الان 5 تا کار دارید، 10 دقیقه بیشتر زمان دارید، 5 تا کار تو لیست کارتونه، 5 تا کار تو لیست کارتونه و 10 دقیقه زمان دارید. از کلاستون، از دانشگاه اومدید بیرون، باید خودتون برسونید به سر کارتون، 10 دقیقه زمان دارید تو راه، 5 تا کار برای انجام هست. خیلی ساده است، قطعا مهمترینش رو انجام میدید، درسته؟ شاید اینستاگرامتون رو بیشتر موقع چک نکنید، قبول دارید؟ مثلا یه نفر هی زنگ زده سر کلاس بودی، هی زنگ زده توکن میخواد، $1000 توکن میخواد. شما از کلاس که اومدید بیرون اول توکن جمع میدید، اول استوریتون رو چک میکنید. حالا درآمد بابت چی کسب میکنید؟ ببینید، بابت کارهای مفید. زمانی که شما زمان کمتری دارید، قطعاً کارهای مفید انجام میدید. زمانی که شما 24 ساعت زمان دارید، قبول دارید احتمال خیلی بالا اول استوریتون رو چک کنید، یا اگه با دوست پسر دوست دخترتون داشتید صحبت میکردید اول اونا. ببینید، و این با یه مثال ساده بود، ولی در اسکیل خیلی بالاتر تو روانمون میره. زمانی که اکثر آدمایی که بی جهت فول تایم شدن خیلی افت کردن، یکیش دینیان خودش میگه، میگه من از دویچه بانک کارمو ول کردم در آدم رفت کردم. خیلی سال است، دلیلش هم با اون مثال توضیح دادم. حالا میتونید خودتون یه دفترچه وردارید، خودتون رو فول تایم کنید، یه روز بیکار ببینید چند تا کار انجام میدید. روزه که خیلی سرتون شلوغ بوده کارهای بیشتر انجام بدید. چرا کارهای بیشتر انجام میدید؟ چون از درونتون یه انرژی هست میگه انجام بده، وقت نیست. ولی وقتی 24 ساعته وقت زیاده، به همین سادگی. بنابراین هیچ دلیلی نمیبینم من اینجا، یا کسی اگه دلیلی میبینه بگه، که شما بیایید و کارتون رو، چیزی که امنیت مالی بهتون میده، چیزی که امنیت درونی بهتون میده، اعتماد به نفس بهتون میده، رهاش کنید. چیزی که به شما ارج میده، ارج یعنی چیزی هی پوشتون کنه،
برو جلو، برو جلو، اون از بینش میبرید، دیگه چیز نمیمونه. من کار به من زمانی که دانشگاه تهران بودم ترم 4 و 5 بودم، شاگرد سوم فنی تهران بودم توی دانشگاه، جز استاد درخشان دانشگاه تهران. تیم اوکی خیلی زرال ولش کن مهم نیست، واقعا خرخون دانشگاه بودم، واقعا من تو کوس پرزنت کردم، همه چیز رو ول کردم. اشتباه بود، هیچ که به من نگفت این کار نکن، اینجوری برو جلو، کنارش باش، فلان کن. خب من کشیدم اونو، قشنگ تجربهش کردم. به خاطر همینه چند وقت پیش با یکی از افراد داشت با هم صحبت میکردیم، گفت من دانشگاه مو میخوام مرخصی، گفتم دانشگاه مرخصی نگه، کسی که نمیتونه اینجوری کار بکنه با دانشگاه کنه عمرا نمیتونه کار بکنه، دانشگاه تو برو. یکی دیگه بود بحث سربازیش بود، گفتم اول میری سربازی تو صف میزنی، گفت شاید 3 ماه برم آموزشی، گفتم هیچ اشکال نداره، تو اون 3 ماه بگیر، اگه تونستی انجام بدی انجام بده، اگه نه بعد از 3 ماه اول برو سربازیت. یعنی چی؟ خب اینه که همه چیزو عوض میکنه دیگه، مسیر رو عوض میکنه و بعد شروع میشه دسپریشن. طرف دیگه انرژیش از یه جای مثبت سالم امن نیست، همه چیز رفته تو هوا، درس رفته، دانشگاه رفته، نمیدونم پول دیگه در نمیاره، سر کار نمیره، بابا اعتراض میکنه، اصلا همه چیز به هم ور میشه دیگه، انرژی تو از یه جای سالم نیست. میشه من میگی داستان تو چه کیفیتی داره؟ هیچ کیفیتی نداره، خیلی ساده است. اگر اون حس امنیت توی شما نباشه، اون حس سالم، اون انرژی مثبت توی شما نباشه، میشه من میگم اصلا نتو به چه درد میخوره، واسه چی کار میکنی اینو که این شکلیه؟ داده نتورکی که به تو اجازه میده، با تو صبر میکنه، به تو اجازه میده این کارو بکنی، به تو اجازه میده درستم بخونی، به تو اجازه میده یه کار دیگه هم داشته باشی، نتورک به تو اجازه میده، چرا این کارو نمیکنی؟ چرا یه آدم دیگه میشی و همه چیز اوکی؟ حالا خیلی زیاد میدونم از بیرون بوده. اینم میشه یه تصویر راجع به اینکه چجوری نتورک تو زندگیتون بیارید. اما آخرین قسمتی که میخوام توضیح بدم و ببخشید از اینکه این همه مکلم وحده هستم، اصلا کار خوبی نیست. من شارژرم هم بزنم اگه اجازه بدید. نتورک مارکتینگ رو زمانی که شروع کردن دیدن وقتی آدم ها با هم حرف میزنن تأثیر خوبی رو هم دیگه داره، به این فکر افتادم که از این استفاده کنن. آدم ها وقتی با هم حرف میزنن اتفاقی که توش میفته، اون قصه هایی که میگن، اون داستانی که از وجودشون میاد بیرون و به هم دیگه میگن، توی افراد دیگه احساساتشون رو برمیانگیزن. وقتی که احساسات اونا برانگیخته میشه، اونها همزمان با شما شروع میکنن تجربه شما رو زندگی کردن، و وقتی که تجربه شما رو شروع میکنن به زندگی کردن، وارد فضایی میشن توی مغزشون که از لحاظ احساسی حکم فرماست، تصمیم میگیر، خودش هم نمیتونه صحبت کنه راجبش، تصمیم گرفته میشه و بعد میاد بیرون میخواد راجبش حرف بزنه، نمیتونه، چون هیچ پروسه منطقی نیست، یه جایی بر اساس احساسات باعث میشه تصمیم بگیره. چه احساسی؟ یا احساس خیلی خوب از به دست آوردن یه چیزی، احساس لذت، یا احساس درد، یکی از این دوتا باعث میشه ما تصمیم بگیریم. تونی رابینز میگه اگه خواستی آدمی رو به تصمیمی واداری، یکی از این دوتا کار رو باش بکن، یا سخت بهش صدمه بزن. من جز صدمه نه که بزنیش، مثلا یه نفری سیگار میکشه، میخوای بهش کمکش کنی تصمیم بگیره دیگه نکشه، اگه ببرش تو فضای اینکه بکش سیگار بکش، مجبورش کنی سیگار بکشه، انقدر بکشی که حالش به هم بخوره، انقدر بکشه اونجا مثلا پشتم بکشه، قبوده به جایی میرسه حالش دیگه به هم میخوره، میگه غلط کردم، ولم کن، مجبورش کنی ها. یعنی به جایی برسون که تنفر توش ایجاد بشه نسبت به این کار. این یه نقطه است که طرف تصمیم میگیره دیگه نکشه. یه نقطه هم از لذت، اون حس لذت رو بتونه طرف توش ایجاد بکنه، نسبت به استفاده از محصول، نسبت به کار. یعنی بتونی اون داستان تو قد زیبا باشه، انقدر لذت بخش باشه، وقتی براش میگی طرف بگه واو تو رو قرآن کی میری، منم میخوام بیام. دیدی دیگه خیلی وقتا این اتفاق میفته. حالا
شما توی داستانگویی وقتی آدم ها با هم حرف میزنن، این اگر واقعی باشه و داستان رو خوب روش کار کرده باشه، داستانش خوب باشه، واقعا زندگیش کرده باشه، چه میدونم یه چیزی واقعی رو بگی دیگه، این میتونه این حس رو تو اون آدم ایجاد کنه، بقیش اوتوماتیکه، خودش تصمیم میگه. حالا این توی انسان ها همه وجود داره، یعنی این قابلیت وجود داره، کیفیت رو باید ببریم بالا، این قابلیت وجود داره و خب هممون تو زندگی ما اینو تجربه کردیم. مون تا آدم ها وقتی وارد نتورک مارکتینگ میشن غافل از این که تنها چیزی که از همینه، اصلا چیز دیگه نیست، دیگه چیز دیگه وجود نداره. شما تعداد آدمی که ماشون با صحبت بکنید، کیفیت داستانتون چیز دیگه نیست. خودتون هم آدم خوبی باشید، دروغ نگید، دلتون با آدم ها باشه، دیگه چیز دیگه اونجا وجود نداره شما دست بزنید، هیچی نیست. محکم باش، صفر باش، اطلاعات بر بالا، صادق باش، دوست باش، نیتت اوکی باشه، اینا چیزایی که به خود ربط داره. داستان خوبی رو داشته باش، بشین فکر کنی داستان خوب در بیار، چقدر تو میکشی یه نفری داستان خوب در بیاره. اگه بهتون $5,000 بدم قبول دارید بگن یه داستانی بگید که اشک طرف در بیاد، کسی از بگه من نمیتونم، 24 ساعتم زمان دارید، $5,000 هم میگید، والله میگید دیگه، کاری نداره، میگید یه داستانی در اصلا میرید تو عمق زندگیتون، حالا به ریستین مثلا نگاه میکنید، خودتون بغض میکنید، احتمالاً بیاد وقتی اون داستان واقعی تعریف بکنید خودتونم بغض میکنید و میبینید که یه عده بغض میکنن. ولی چند نفرمون رفتیم رو این داستان کار کردیم، خدا وکیل. یه نفر که تو زندگیش 2 ساعت تا امروز تو تاریخچه نتومایتش 2 ساعت خاص روی داستان نشسته کار کرده و 5-6 صفحه خالی و پر کرده، الان دستش رو بربا. ما نگران نباشید که هیچ دستی نمیره بالا. تو هیچ، من فکر کنم تو کل نتورکیست دست نبره بالا. چون این کارو نمی‌کنیم خب. تنها جایی که میشه روش کار کرد نمی‌بینیم انجام بده. به خاطر همین انقدر آمار فیلیا بالاست. وگرنه اگر داستانمون رو پیدا کنیم، خودمون انقدر جوگیر داستان خودمون میشیم که خودمون ول نمی‌کنیم. میدونی اصلا ناامید نمی‌شیم. خیلی عجیبه. خودمون نسبت اون داستانه. شروع که می‌کنیم نتورک مارکتینگ رو، از اون چیزی که بابتش نتورک مارکتینگ رو ساختن، از اون کالبد کاملا میایم بیرون و میریم یه شخصیت ورچوال جدید تعریف میکنیم از خودمون و این رو میسازیم. از این به بعد این کار میکنه تو نتورک، نه من. این شخص رو میسازیم با یه سری آموزش الکور، یکم خوشگلش میکنیم، چی میگن زین برزون برش میکنیم، چیزه میگن آرایشش میکنیم. این شخصیت کاملا ورچوال تو خالی رو میفرستیم چرا میره کار میکنه. ما نیستیم. یکم فکر کنید چجوری که آدم ها نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن؟ میشه؟ 30 سال داری حرف میزنی، از امروز نمیتونی حرف بزنی؟ از امروز نمیدونی چی میخوای بگی؟ دلیلش اینه که تو نیستی وسط، یکی دیگر رو گذاشتی. این آدم است. آدم ها تو نتورک وارد میشن فکر میکنن که یه چیز دیگه اینگار باید اونجا باشه، یه شخصیت جدید تعریف میکنن. این شخصیت جدید از نه دوستاش میترسه، این شخصیت جدید دیگه با آدم ها حرف نمیزنه، این شخصیت جدید با هر کی میخواد حرف بزنه یه تصویر دیگه تو ذهنشه که این میاد نمیاد، ببخشید تا امروز زندگی ول کن، جنس اصلا وجود نداره، تو با آدم ها حرف نمیزدی مگه؟ حرف بزن. خب نه چی بگم؟ تا امروز مگه میگفتی چی بگم؟ جلسه میخوام بذارم صحبت کنم، چند تا سوال دارم، بفرمایید. من نمیدونم واقعا این روزا چی شده، چی به آدما باید بگم. خب این یعنی چی؟ یعنی چی هر؟ نتورک مارکتینگ چیز جدیدی نداره برای تو که، همون داستانته، همون زندگی خودته. طرف موفق شده، ببخشید اینجوری حرف میزنم، مخ خوشتیپ ترین بچه دانشگاه، دختر پسر بزنه، میخواد یه ریزه رو برای طرف تعریف کنه، میلنگه، میاد از من میپرسه. فکر کن یه جای کار میلنگه دیگه، یه جای کار مشکل داره، خودت نیستی، یکی دیگه است، اون تو خودت، تو خیلی کارا کرده، کارا خیلی بزرگتر از این انجام داده، چطور اینجا نمیتونی؟ داون میشه، دیپرس میشه، بابت چی؟ میدونید اصلا یه سری مؤلفه هایی وسطه که اگه بیش دقت کنید میبینید خودتون نیستید، یکی دیگه است، تمام احساساتش رو شما دارید به دوش میکشید، یه شخصیتی تعریف کردید کاملا ضعیف، انداختیدش وسط میدون بوکس، اون طرف هم دوست بوکسر قوی، هرچی مش میزنن به این آدمه که بدون احساس، احساسش رو شما میگید. خیلی ساده است. این اتفاقی که واسه خیلی از ماها تو نتورک مارکتینگ میفته، ما دیگه خودمون نیستیم.
خود خودمون اگر باشیم میشه همون چیزی که بابتش نوتو ماگنون تعریف کردن، چون دیدن ما آدما بابت داستان خیلی حرفا دارم، نمیخوام بحثشو باز کنم بخاطر اینکه وارد یه فضای خیلی طولانی میشیم و این جلسه تقریبا من سهم خودم دیگه صحبت کردم. در کل نکته آخری که میخواستم بگم همینه که سعی کنید خودتون باشید، سعی کنیم خودمون باشیم، همون خودمونی که والنرابیلیتی داره، همون خودمونی که خطا میکنه، همون خودمونی که اوکیه میره جلو حرفشو میزنه. تا امروز مگه هر چیزی خاصی گرفتیم؟ مگه با هر کی صحبت کردیم این کاری کرده که ما گفتیم؟ سر جنس که میرسه انقدر داستان دراماتیک میشه، چی قضیه؟ میدونید؟ و بعد تو ذهن ما یه عالمه نمیشه میاد. اون نمیشه ها نمیشه اون آدمکی که توی رینگ بوکس فرستادیم به جای خودم. من نیستم، وگرنه اگر با این نمیشه ها من بعد سالها پیش میمردم، قادر به ادامه زندگی نبودم، چون نتورک چیزی خارج از اینا نیست، نتورک همون زندگی ماست. بخاطر همین جواب داد اووردنش بالا. و امیدوارم که همه این صحبت ها یه هدف مقدس توش دارم، جز از اینکه آگاهی داشته باشید کارتون فلان. فکر میکنم شاید چجوری بگم این حرفو، به نقطه هایی میرسیم تو زندگی که شاید ناامید بشیم. ناامیدی دروغ بیشتر نیست. هدف من از این جهت مقدسه که امیدوارم با این صحبت هایی که شد اون نقطه امیده رو روشن کرده باشم، چون که هر جای زندگی ما ناامید بشیم نشون میده اشتباه میکنیم. تو زندگی چیزی واسه ناامیدی نیست، زندگی پر از امیده، زندگی فقط امیده. یه تجربه من توی ونیز دارم، یکی از تجربه سنگین من که دوست تا امروز نگفتم ولی امروز با شما شیر میکنم، خیلی ساده است. دوست دارم اینو یه دونه ریلز ازش بسازم زمانی که بچه هم بیان پیشم. من یه روز توی ونیز رفته وارد شده بودم، فقط یه کار میتونستم بکنم، میتونستم فقط روزی 4-5 ساعت پیاده روی کنم، هیچ کار دیگه نمیتونستم بکنم، فقط روزی 6 ساعت میتونستم پیاده روی کنم. گفتم چه زندگی، فقط من میتونم راه برم، باور کنید فرام رفت. یه استیج دیگه تو زندگی من اومد و من متوجه شدم که زمانی که داون بودم یا حالم خوب نبود یا میرفتم پیاده روی میکردم و میگفتم تو زمین بود، گفتم شاید خیلی کار دیگه هم میشد کرد که من انرژیم برگرده، که من برگردم روپا بشم دوباره، ولی حالا میرم با قدم زدن برمیگردم، با قدم زدن خودم برمیگردم. استیج سوم زندگیم که چند ماه اخیر بود، فهمیدم که چیزی جز همون قدم زدنه واسه برگشتن وجود نداره. و بعد فهمیدم که همون روزایی که تو زندگی بدترین روزای زندگیمو داشتم، اون چیزی که لازم بود من داشتم، همون قدم زدنه، تازه بیشتر از امروز. واقعیت اینه که زندگی این شکلیه، ولی ما یه وقتایی خیلی درقش نامردی میکنیم. زندگی همون یه قدم زدن بسه. من یه روزی فکر کردم فقط من یه قدم زدم. اینکه چه روزایی بود و بعدها داستانمو قطعا خواهم گفت، روزای سختی که گذروندم و فقط خیلی سخته که فقط به شما بگن میتونی راه بری، اینجا چیز دیگه نیست. و همیشه تو ذهنم بود که خب ای کاش کار دیگه هم میتونستم بکنم، فقط راه رفتن، اوکی راه میرم. و بعد اوکی با راه رفتن خودم ور میگردم و یه روزی فهمیدم جالبه، اصلا چیزی جز راه رفتن وجود نداره برای برگشتن، همش همینه. امروز بهتون میگم که اون چیزایی که تو زندگیتون دارید، اون چیزایی که زندگیمون داریم بچه ها، کافیه. و باور کنید میتونید با اونا بزنید بهتره کنید. هیچ دلیلی واسه ناامیدی نیست. فقط کافیه رو کیفیت خودمون، رو اون مواردی که دست میشه روش گذاشت. شما نمیتونید صمیمترین دوستتون رو مجبور کنید چیزی که شما میخواید انجام بده. بابتش ناراحت نشو، بابتش ناامید نشو، بابتش نگران نشو. ولی شما میتونی امروز بیای اینجا باز هم داد بزنی. میتونی یا نه؟ میتونی. هر چقدر سخت باشه زندگیت میتونی یا نه؟ میتونی، چون دست توه. تو اینو برو جلو و بعد وارد فضایی میشیم که هدایت میشیم. امروز جلسه دو یک ساعت تو تیم آقای رعوف راجع به این موضوع صحبت کردیم، موضوع خیلی جالبی واقعا، این که به این سیستم آدم میتونه وارد شه. کافیه مسیر رو درست بری، ناامید نشید،
شاید خیلیاتون توی موقعیت باشید، نمیدونم، خودتون رو قضاوت منفی میکنید، جاهایی که اصلا دست شما خودتون نیست دست میذارید به خودتون. این کار رو نباید انجام بدید. هدفم این بود که تو این نقطه شاید بتونه برای خیلیاتون روشنی ایجاد بکنه، تجربه خودم و چیزی که یاد گرفته بودم. مرسی از اینکه گوش دادید و عذر میخوام که طولانی شد. اگر صحبتی چیزی هست گوش میدید. صحبتی نیست؟ دوستان میخوان صحبت کنن صحبت کنن. دست بالاست. خانم ملکی، آقای سلیمی، یه 7-8 دقیقه صحبتتون رو بشنم جستم. مرسی آقا میثم از صحبت عالیتون و تجربه‌ای که با همه ما شیر کردیم. واقعا من که خیلی استفاده کردم، حالا قطعا بچه‌ها هم استفاده کردن. من یه چیزی رو میخواستم بگم در رابطه با اینکه نتورک مارکتینگ مسیرش چیه، همون مسیری که حالا از زندگی مثال زدین و حالا نمیدونم مدرسه میریم و این داستان ها. حالا طبق تجربه‌ای که خود من داشتم، دیدی که خود من داشتم، با تجربه مثالی که خودتون زدین، به نظر من نتورک مارکتینگ به این شکله که ما میایم باید روش کنیم، دقیقا اون نقطه یا اوج است یا زمین خوردن است، یا اونجا تغییر میکنیم، پوست میکنیم با تمام سختیاش، یا فیل میشیم، اینو میگذرونیم. خب ما روش کردیم، دوباره قدم بعدی همینه، دوباره بعدی همینه، با آدم ها صحبت کردن و روش کردن. دیده من با توجه به تجربه‌ای که تا الان داشتم و اینکه من یا روش میکنم یا تکرار میشه، چیزی که بارها خودتون همیشه من گفته بودید، یا بارها و بارها تکرار و تکرار میشه تا من یادش بگیرم یا فیل بشم. به نظر من اینه، حالا طبق صحبتی که خودتون داشتین. عالی. آقای سلیمی، سلام و عرض ادب. سلام، چطوری؟ خوبی؟ ارادت، شما خوبی؟ بی نظر. خدمتتون عرض کنم، ممنونم ازتون. واقعا یه تشکر بدون تشکر، فقط بهتون مدیون بودم که بگم واقعا حرفایی بود که الان نیاز داشتم که بشنوم. و فقط این که نمیدونم، شاید یکی دو روز باید بشینم فکر کنم که داستان من چیه، چه شکلیه، چه جوریه، چون دونه دونهش یه سری صحنه و یه سری اتفاقات تو ذهنم داشت میومد. ممنونم ازتون فقط، و اینکه امیدوارم که بتونم نتیجه‌ای که میگیرم ازش با حالا بررسی که رو خودم انجام میدم 100% بتونم یه برآورد، یه برآیند مثبتی رو خودم ایجاد بکنم. همین. مرسی، ممنونم ازتون. مرسی از شما. اوکی، صحبت دیگه دوستان دارند یا نه؟ یا من انقدر حرف زدم که کلن حرف زدن رو تو شما کشتم؟ مشتبه بگو. سلام عرض کنم خدمت شما آقای میثم عزیز، شبتون بخیر باشه انشاءالله. خدمت همه دوستای عزیز، شرمنده کمی صدام گرفت کمی. واقعا آقای میثم عزیز یه تشکر ویژه از شما دارم، واقعا فوق‌العاده بود. این من رکوردی میتینگ رو میگیرم، واقعا نگاش کنم، واقعا فوق‌العاده بود، واقعا فوق‌العاده بود. 100 دلار به مزایده می‌ذاریم. آه من میدم، من شد این کیبورد هم میفروشم، من میدم. خیلی فوق‌العاده، واقعا ممنونم ازتون. خیلی واقعا من ازش درس گرفتم، خیلی به من مزه داد، واقعا لازم بود که بهش بشنوم. و یه تشکر ویژه هم از سعید جان بکنم که دیشب باهاش نشستم حرف زدم. من دیشب از لحاظ روحی حالا کمی نیاز داشتم که
کم کار شده بودم، مثلا نیاز به راهنمایی نداشتم، سعید جان اومد حرف زدیم، شما امشب اومدین اونو به من کامل ترش کردین و واقعا من از لحاظ روحی مثلا واقعا خوب شدم این چند ماه اخیر رو، مثلا قبل مثلا حدودا یک سال قبل مثلا خیلی حالا مثلا از لحاظ دپرس بودم، این چند ماه اخیر واقعا خدا شکر فوق‌العاده بودم که یک چیز رو فهمیدم، اون چیز واقعا خیلی به من کمک کرد که تو زندگیم فقط خودم و خودم هستم، یعنی هیچ کس قرار نیست بیاد منو کمک کنه بگه که مثلا مجتبا تو مثلا این کار کردی بیا مثلا برو این کار رو بکن، مثلا بیا مثلا بهت این گت پول بدیم، بیا مثلا برو مدیر اینجا شو، مثلا بیا از دپرسی مثلا در بیا این گت، خودم هستم و خودم، هیچ کس قرار نیست هر کاری واسم بکنه، یعنی ناامیدیم دقیقیم واسم هر جا هر عقیده‌ای داشته باشی تو هر دینی بدون دینی همه اینو میگن که ناامید یعنی بدترین چیزه، یعنی آدم میتونه از عقیده از موفقیت باز داره دقیقیم. با خیلی خواستم ازتون تشکر کنم، اگه واقعا حضوری بودیم کنار هم خواستم بغلتون کنم، انشالله که یه روزی برسه که همدیگر از نزدیک ببینیم خیلی عالی میشه. بازم ممنونم ازتون که بازم حرفامون رو شنیدین، امیدوارم که انشالله روزی برسه که همون نزدیک ببینیم. مرسی از همگی که گوش دادین، خیلی ممنونم ازتون. مرسی حتما. مرسی مرسی از شما. فائزه خانم عزیز سلام، درود به همه، امیدوارم که حالتون عالی باشه. آقا میسم هزاران لایک بر شما باد به خاطر حرفایی که امشب زدید، قشنگ یک میتونم بگم به اندازه یه کامیون شاید بزرگتر بارای منفی اینجوری ریخ رو زمین، و واقعا مرسی ازتون چون خیلی روزای سختی رو داشتم سفری میکردم و واقعا به اینو نیاز داشتم، یعنی یه دنیا نیاز داشتم، مرسی ازتون. آره داشتم خفه میشدم از اون تشکر میگم، گفتم بگم نگم، گفتم بگم واقعا یعنی اصلا یه هفته آب نخوردن غذا نخوردن من استارت خوردم، وجودم اصلا انگار زنده شد. مرسی واقعا ازتون، واقعا ازتون ممنونم. خواستم بگم که امروز تازه یه تیکه جدید از زندگی انگار چسبید قشنگ رو قلبم، بعد دوباره تازه نتورک هستی رو تازه فهمیدم، اصلا یه حس انگار زنده بودن رو دارم. من اولین باری که حس زنده بودم بهم دست داد جایی بودش که نتورک رو استارت زدم و الان امروز دومین باره که دوباره حس زنده بودن دارم. واقعا مرسی ازت، یه دنیا ازتون مرسی. خوشحالم که مفید بوده، ادامه بدیم و مسیر ادامه بدید، با یه بار درست نمیشه، بعد تکرارش کنید خودتون توش اون پیدا کنید و یه روزی به خیلی کمک کنید. من خیلی بهتون باور دارم، میدونم که انتخاب شدید اینجا. حس انتخاب شده بودن دارید تو زندگی؟ کیا دارن واقعا حس این که انتخاب شدید برای یه چیزی، برای یه کاری، برای این باید آماده بشید براش. این حس خیلی حس خوبی، تمرینش کنید. به نظر من هممون تومون هست این حسی که من گزیده شدم برای یه چیزی، حالا بقیش دیگه هر کسی خودش قطعا میدونم میره جلو. ناامید نشید. اوکی. اگر سوال دیگه نیست که میتونیم جلسه هم کنیم با همین حس‌های خوبتون. براتون بهترین ها رو میخوام، امیدوارم که رو اوج ببینمتون، یه روز یه جای دنیا هم دیگه رو ببینیم، امیدوارم تا اون روز همه کنار هم باشیم. توی چند ماه آینده اولین یه جلسه حضوری داریم توی اروپا میذاریم با بچه های گلو هوب و امیدوارم که به زودی جلسه بعدی رو بذاریم که همدیگر از نزدیک ببینیم. مطمئنم برای اون روز بعد آماده بشیم. من خودم رو میدونم که باید خیلی بهتر بشم تا بتونم ببینم بچه ها رو و در واقع این ویژن من هست که روزی هم دیگه رو ببینیم. امیدوارم که اون روز همه اوج بهترین رنگ، منظورم رنگ جنس نیست، رنگ بهترین ویژن خودتون ببینم اتون. بای بای، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار.